فاصله لازم زمانی است که بازی با ضربه مجدد کرنر خطا و یا ضربه آزاد در واقع شروع میشه و چنانچه که این فاصله رو که داور بهش گفته 9 متر و 15 سانتی متر و 10 یارد رو رعایت یار نکنه در واقع این اتفاق براش خواهد افت مسئله بعدی این هست که بدون اجازه داور وارد زمین بشه و یا اینکه از زمین بره بیرون بدین که به داور بگی در این حالت یه کارت زرد رو باز هم که در واقع در قانون میبینیم باید این بازیکن دریافت بکنه و مسئله آخر این هست که عمدن بدون اجازه داور زمین مسابقه رو ترک بکنه و این در واقع هفت مورد مواردی بودند که یک بازیکن مستوجب این بود که کارت زرد رو از داور دریافت بکن بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه برای شما ازیزان در مورد خطاهای قابل اخراج در بازی فوتبال هم صحبت خونیم در این قسمت در مورد خطاهای قابل اخراج در یک بازی فوتبال صحبت خواهیم کرد و در واقع امیدوارم که بتونم مطالب کتاب داوری فوتبال رو خیلی خوب به شما عزیزان منتقل بکنم در این مورد قانونگذار این چنین نوشته که اگر بازی کنی هر یک از خطاهای هفتگانه ای رو که خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد رو انجام بده مستوجب دریافت یک کارت قرمز و اخراج از زمین مسابقه است ابتدا و در واقع در بند اول به این ترتیب است که برای خطای شدید گناهکار شناخته بشه و یعنی در واقع مسبب انجام یک خطای شدید باشه مورد دوم این هست که برای برخورد شدید مقصر شناخته بشه و در واقع داور در این حالت هم میتونه که یک بازیکن رو از زمین اخراج کنه مطلب بعدی انداختن آب دهان به سمت دروازبان بازیکنان و یا هر شخص دیگری در یک بازی هست که باز هم این کار مستقیما یک کارت قرمز رو به همراه داره و مطلب بعدی این هست که فرصت آشکار گل زدن رو با دست و در واقع به صورت عمد از حریف سرد بکنه که این عمل برای دروازبان در محوطه جریمه خودش در واقع به حساب نمیاد و تنها در مورد بازیکنان مدافع هست که این کار صورت میگیره گزینه بعدی و تبصره بعدی رو که برای اخراج در نظر گرفتن این هست که فرصت آشکار گل زدن رو از حریف رو به جلو و به سمت طرف دروازه خودشون را رفتار میکنه رو بگیره که باز هم این مورد یک کارت قرمز مستقیم رو به همراه داره مسئله بعدی این هست که برخورد احانت آمیز بی احترامی و یا حرکات توهین آمیز و تحریک آمیز نسبت به تیم حریف و تماشاگران حریف و داور مسابقه انجام بده در غیر صورت هم باید یک کارت قرمز رو بگیر مسئله بعدی هست که چنانچه دومین کارت زرد رو هم در یک مسابقه بگیره در واقع باید داور کارت قرمزش در مورد این بازیکن استفاده بکنه و آخرین مطلب این هست که بازیکنی که اخراج میشه در طول یک مسابقه باید زمین بازی و محوته فنی و نیمکت رو کاملا ترک بکنه و اجازه نشستن روی نیمکت رو هم نداره و مستقیما باید به سمت رخکن بره در مورد این قضیه برد بین المللی یک سری تصمیماتی رو در واقع گرفته که این تصمیمات هم به این شرح هست که بازیکنی که در روی زمین بازی و یا خارج از زمین بازی خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم به طرف بازیکن حریف و بازیکن همدسته ای داور کمک داور و یا هر شخص دیگری خطای قابل اختار و یا اخراج انجام بده بر اساس نوع خطایی که مرتکب شده جریمه میشه و این دیگه در واقع به این